زندانیان طالب که تا کمتر از یک ماه پیش رها شدنشان پیش شرط این گروه برای آغاز مذاکرات بین الافغانی بود، حالا برگشت شمارشان به میدان جنگ خبرساز شده است. و تازگی عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته است که شماری از زندانیان طالبان که از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان آزاد شده بودند دوباره به میدان جنگ برگشتند. آقای عبدالله این اظهارات را روز سه‌شنبه اول میزان در یک نشست ویدیویی با شورای روابط خارجی ایالات متحده آمریکا مطرح کرده است. آیا شما بررسی کرده اید که چه تعداد از این 5000 تن به جای گذاشتن سلاح‌هایشان به میدان جنگ بازگشتند؟ صادقانه بگویم من منبعی ندارم که فیصدی مشخصی را تایید کند، اما می دانم که تعدادی به میدان جنگ بازگشتند که تخلف از توافقی است که آنها داده اند. تأکید می کنم که من می دانم چنین اتفاقی افتاده و مناطقی وجود دارد که در آن این افراد دوباره به شورشگری آغاز کردند. اما می خواهم بگویم که اکثریتشان به میدان جنگ باز نگشتند. دولت افغانستان بر اساس توافق صلح آمریکا و گروه طالبان که سال گذشته در دوحه امضا شد، بیش از 5000 از زندانی این گروه را از زندان‌های کشور رها کرد. این زندانیان هنگام رهایی از بند تعهد کتبی سپرده بودند که دوباره به میدان جنگ بر نمی‌گردند. رئیس شورای عالی مصالحه در حال برگشت دوباره شماری از زندانیان رها شده به میدان جنگ را تایید می‌کند که دولت افغانستان نزدیک به 2 ماه پیش برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت 400 زندانی خطرناک از جمع 5000 زندانی طالب لوی جرگه مشورتی برگزار کرد. این بار اول نیست که مقام‌های عالی دولت از برگشت دوباره شماری از زندانیان رها شده طالب به میدان جنگ سخن می‌گویند. 2 ماه پیش استر جنرال اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع کشور در مراسم معرفی شدن معاون اول وزارت دفاع و رئیس ستاد ارتش از برگشت شماری از زندانیان رها شده طالب به میدان جنگ سخن گفته بود. با وجود دیدیس آقا بندیان سی راپورونه ای لروسی جنی برت جگلی تر آغیلی اتا وزل سوی دی لاهم دی بندیانو دی خلاصی دو لڑی دوام لری دادی موگ دی خنیت سبود. علاوه بر اظهارات رسمی مقام‌های دولت افغانستان، 20 روز قبل روزنامه انگلیسی زبان فارین پالیسی نیز با انتشار مقاله گفته بود که تنها از میان 108 زندانی رها شده 68% دوباره به میدان جنگ برگشتند. برگشت دوباره شماری از زندانیان رها شده طالب به میدان جنگ در حال خبرساز شده است که 12 روز از مراسم افتتاحیه گفتگوهای بین الافغانی در قطر می گذرد. اما نمایندگان حوزه جمهوریت و طالبان هنوز نتوانستند که طرز العمل رفتاری برای شروع رسمی گفتگوهای صلح را نهایی کنند.